همراه هستیم با آقای عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای حفیظ، با توجه به گزارش‌های متعدد درباره اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده توسط طالبان، آیا جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می‌توانند اقدامات مؤثرتری برای جلوگیری از این خشونت‌ها انجام دهند؟ باز سلام، خسته نباشید خدمت شما و تمام همکارا و بیننده ها و شنونده های شما. متاسفانه که وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم است و نظامیان در این 3 سال گذشته اولین و اصلی ترین قربانی ظلم های طالب است، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان. متاسفانه نظامی ها بسیار دچار مشکل است. داخل افغانستان طالبا دشمن اصلی خود نظامی های سابق را میدانه که با در مقابلشان جنگیده و متاسفانه در کشورهای همسایه ایران و پاکستان که اینا مهاجر شدن، اکثریتشان مورد تعقیب و مورد پیگرد قرار گرفتن و دوباره به داخل افغانستان رد مر شدن و ما شاهدی از این هستیم که در سر مرزهای ایران و پاکستان اینها دستگیر شدن و شکنجه شدن و بعدش. بله، سپاس از شما عنایت‌الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا.